یک گروه دو متشکل از سناتوران فعلی و پیشین آمریکا و یک ژنرال ارتش آمریکا در واشنگتن روز 15 سپتامبر با انتشار گزارش به شده مرکز سیاستگذاری دو حزبی هشدار دادند که برای جلوگیری از ایران مسلح به سلاح‌های هسته‌ای مهلت در اشراف موت است گزارش مزبور زیر عنوان رویارویی با چالش فرصت از دست می رود از دولت اوباما می خواهد که یک استراتژی مرحله به مرحله قویتر تر در قبال ایران شامل تعامل دیپلماتیک و تحریم های بین پرزور و احیاناً ضربات نظامی در صورت تداوم اناد ایران اتخاذ کند در یک کنفرانس مطبوعاتی در ساختمان کنگره آمریکا که توسط برنامه امنیت ملی مرکز سیاست گذاری دو حزبی برگزار شد سناتور جوزف لیبرمن سناتور مستقل از ایالت کنریکت از روی کرد دولت اوباما در رسیدگی به پرونده هسته ایران انتقاد کرد از از 2009 تا به امروز 15 سپتامبر 2009 ما در کوشش خود برای بازداری ایران از هسته شدن کوتاه آمده ایم. این یک حقیقت اوریان است. ایرانی ها از شتاب خود نکاستند و ما جلوی ها را نگرفتیم و نمیتوان جز این تصوری به ذهن راه داد. لیبرمن همچنین گفت که بهتر است که مذاکرات با تدابیر جدی تازه همراه باشد تا نتیجه مثبت به بار آورد. اگر ایرانی ها در این مذاکرات ثابت نکنند که آماده انجام گفتگوهای جدی درباره برنامه هسته خود هستند و نکوشند وقت تلف کنند ما یعنی آمریکا باید برای دور شدن از میز مذاکره آماده باشیم و این کار را با قدرت عزم و سپس با اعمال هر گونه تحریم ممکن که بتوانیم چه یک جانبه یا همه جانبه علیه ایران به کار بریم انجام دهیم لیبرمن در ماه آوریل لایحه تحریم تحویل فراورده های نفتی به ایران را با معاذرت جان کایل و ایون بای به سنا تقدیم کرد که به موجب آن شرکت های خارجی که به ایران بنزین و دیگر فراورده های نفتی می فروشند تنبیه خواهند شد. کایل سناتور جمهوری خواه از ایالت آریزونا به شرکت های خارجی که با بخش نفت در ایران معامله می کنند هشدار داد. می توانید یا با اقتصاد 13 تریلیون دلاری آمریکا معامله کنید و یا طرف معامله اقتصاد 200 اندی میلیارد دلاری ای ایران باشید اما نمی توانید با هر دو معامله داشته باشید باید یکی را انتخاب کنید تحریم های انرژی اثر فوق العاده ای بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و در بحث هایی که درون ایران جریان دارد نیز اثر می گذارد ایران دیگر یک پارچه نیست و میتواند اثرپذیر باشد. کنگره آمریکا میکوشد لایحه‌ای به تصویب برساند که در آسانه پیوستن به پنج قدرت بزرگ دیگر جهان برای مذاکره با ایران که قرار است از اول ماه اکتبر برای حل بنبست دیرپای هسته‌ای ایران آغاز شود، اهرام نیرومندتری در اختیار دولت اوباما بگذارد. اگر افزایش فشار بر تهران به پیشرفت محسوس تا پایان سال 2009 منجر نشود نویسندگان آن گزارش توصیه کردند که دولت اوباما باید به فکر کاربرد گزینه نظامی وزن بیشتری ببخشد آنها استدلال میکنند که نظامیان آمریکا بیشتر قادرند یک ضربه منهدم کننده به تأسیسات حسیه ایران بزنند و تنها تهدید باورپذیر ضربه نظامی آمریکاست که حل صلح‌آمیز بحران ایران را مقدور می‌سازد. لیبرمن ضرورت بازگذاشتن گزینه نظامی را قبول دارد. جنرال بازنشسته چارلز وولد معاون پیشین فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا در آن کنفرانس مطبوعاتی گفت هرچند ارتش آمریکا دنبال جنگ کردن نیست ولی خارج از یک نتیجه واقعگرایانه گرایانه روند مذاکرات واقعا در غیر آن صورت اهرام قوی در اختیار نیست ممکن است جنگ واقعیت جذابی برای انجام کار ما نباشد اما واقعیتی است که باید بپذیریم والت کوشید شبهاتی را که ابراز می شود که نظامیان آمریکا نمی توانند یک درگیری نظامی دیگر علاوه بر عراق داشته باشند مردود به شماره. <تصال> <تصال> به شما میگویم که این فکر کاملا خطاست ما مقدار متنابی قدرت هوایی اضافه در اختیار داریم و آن ابزاری است که میتواند بسیار معتبر و مجاب کننده باشد و ایرانی ها باید بدانند که آمریکا آنقدر منابش کش نیامده که به انتهای خط رسیده باشد تنظیم کنندگان آن گزارش تاکید می‌ورزند که یک ایران مسلح به جنگ افزارهای هسته‌ای از لحاظ سوقل قابل قبول نیست و استدلال می‌کنند که رویکرد آمریکا منعکس کننده پیشرفت سریع برنامه هسته‌ای ایران نیست. پیشرفت تهدید ایران و تمایل به اجتناب از حمله نظامی احتمالی اسرائیل است که باید راهبرد سیاست آمریکا شود نه نگرانی در مورد آشوب‌های سیاسی ایران هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در همان روز گفت که ایران باید در مذاکرات پیشرو به قدرت‌های بزرگ به نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای خود توجه کند ایران گفته است که آماده گفتگوهای گسترده با قدرت‌های شش‌گانه است اما درباره حق مسلم خود به انرژی هسته‌ای مذاکره نخواهد کرد